اینجا ما یه پروژه خیلی سطح بالا و حرفه‌ای داریم. میخوام براتون توضیح بدم که دقیقاً چه اتفاقایی افتاده. من نقاط مثبت منفیشو بهتون بگم. توی هر اسلاید یه صفحه با هم میریم جلو. خب اینجا الان ما اوبیوان رو داریم. یکی از کارهای خوبی که کرده ببینید، اوبیوان خیلی خلوته و این باعث میشه که به سی پی یو فشار نیاد و همش هم اومده با SCL فقط کال کرده که یه کار خیلی خیلی خوب انجام داده. من اینجا بهش یه امتیاز مثبت میدم. بریم برای صفحه بعد. اینجا سخت افزار رو میبینیم. میبینیم که از یه 1500 استفاده کرده، کار بسیار خوبی کرده. به جای اینکه بیاد از 300 یا 400، چون این دیوایس جدیدتری از سری Fش هم استفاده کرده، فیس سیف فوق‌العاده است. و اینجا میبینید که ET داریم و اینم باز کار خوبیه. فقط یه داستانی که داره از پروفی باس استفاده کرده. اینجا من بهش یه منفی میدم، ولی شاید فاصله خیلی زیاد باشه. حتی به نظر من اگر فاصله ET و PLC اونم خیلی زیاد باشه، باز میتونست با سویچ با TCP ببره و با اترنت یا پروفینت کار کنه که خیلی خیلی بهتر بود. من اینجا باز اوورالی بهش یه امتیاز منفی میدم. خب اینجا PID‌شو میبینید که داخل یک فانکشن بلاک نوشته. قسمت بعدش اینجا اصلا برای بلاکش تایتلی نذاشته. میبینید که نتورک 3 4 و 5 6 توضیح نداره و متاسفانه من اینو یک پوان منفی میبینم. و اما صفحه آخر ببینید، اینجا از FBD استفاده کرده. من چرا بهش به یه منفی میدم؟ به خاطر اینکه ببینید حجم داده خیلی زیاده. اگر همینو میورد توی لادر خیلی خیلی جمع‌تر میشد، یعنی کل این میشد انقدر و توی یه نگاه من میتونستم داده‌های بیشتری بگم. مسئله بعدی اینه که اصلا کامنت نداره برای توضیح بلاکش و نتورکش هم خیلی کوتاه نوشته. کاش یه خورده بلندتر بود. یه نکته هم براتون توی کپشن نوشتم و اگه میخوای PLC رو خفن و ساده یاد بگیری منو فالو کن.